با عرض سلام، امروز در خدمتون هستیم با بیوگرافی مریم مؤمن، بازیگر محبوب دهه 70. در ادامه با بیوگرافی کامل مریم مؤمن، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که با نقش فخر و زمان در سریال بانوی امارت سر زبون ها افتاد در خدمتون هستیم. مریم مؤمن متولد 6 مرداد 1377 در مشکین شهر اردبیله. مدرک تحصیلیش در رشته بازیگری هستش و از سال 97 تا کنون به این حرفه مشغوله. او در تهران زندگی میکنه و جزو بازیگران زن بلندقد با 177 سانتیمتر قد هستش. او تک فرزند خانواده‌اش هستش و دوران کودکیش رو در مشکین شهر اردبیل سپری کرده. گرچه پدرش نی نواز و هنرمند بوده و البته مادرش از سوار، اما به شدت مخالف ورود وی به عرصه بازیگری و انجام کارهای هنری بودند. تنها کسی که از او حمایت میکرد خالش بود که باعث ورود مریم به بازیگری شد. همونطور که گفتیم اون دانشجوی رشته بازیگری هستش و اون فعالیت خودش رو از تئاتر شروع کرد و حالا به عنوان بازیگر وارد تلویزیون شده. اون از چهره‌های جدید الورود به عرصه بازیگری هستش. اون همیشه خودش رو یک ترک شیطون معرفی کرده. اون تو یک مصاحبه میگه همه جا از اصالتم گفتم و تا 8 سالگی در اردبیل بودم. عشق من به بازیگری از 5 سالگی شروع شد که پسر عموی پدرم برای ساخت یک فیلم کوتاه از من دعوت کرد. اما زمانی که بزرگ شدم بین من و این ماجراها وقفه افتاد و این فیلم هم ساخته نشد. اما این عشق به بازیگری از همونجا جوانه زد تا اینکه ما به تهران اومدیم. مریم مؤمن میگه که متولد شده شهر مشکین شهر اردبیل و محله قرب درویش هستش و همیشه خودش رو با افتخار ترک میدونه. او در دوران کودکی به شدت شیطون و بازیگوش و زرنگ بوده. پدرش به ترکی اون را اغلم یا پسرم صدا میزنه. اون همیشه از علاقه پدر و مادرش به تحصیلات عالیه میگه. خانواده من همیشه دوست داشتن که من دکتر یا مهندس بشم، اما همیشه ته دلم دوست داشتم که به بازیگری برسم و پنهانی کلاس‌های بازیگری می‌رفتم. البته در کنارش کاراته هم کار می‌کردم و زمانی که بیرون می‌رفتم برای ورزش در این کلاس‌ها شرکت می‌کردم. تا اینکه اول دبیرستان بودم و به خانواده‌ام از علاقه‌ام گفتم و برای من شرط گذاشتن که بایستی مهندسی پزشکی قبول شم. من مهندسی پزشکی اصفهان قبول شدم اما نرفتم. پنهانی به همراه خالم برای دوره گذروندن و تست بازیگری می رفتم تا اینکه از طریق مریم خدا رحمی که با هم کار کوتاه بازیگری داشتیم مطلع شدم که برای بانوی امارت بازیگر می گیرن و منم عکسم رو فرستادم و در کمال ناباوری با من قرار گذاشتن، اما من نرفتم و بعدن پیگیری کردن و منم ناخودآگاه قبول کردم و رفتم و همیشه قبل از بازی ذوق زده بودم و اینطور نبودش که من کل فیلم نامه رو داشته باشم. من سکانس به سکانس با عوامل فیلم پیش می رفتم. او کار خودش رو با تئاترهای دانشجویی شروع کرد. مریم مومنی فعالیت خودش رو در عرصه بازیگری با تئاترهای دانشجویی پیگیری می کرد، اما هنوز حضور جدی در تئاترهای مشهور نداشت. اون از آشنایی با بازیگر نقش فخر و زمان در سریال بانوی امارت میگه. همونطور که میدونین شبکه 3 سیما بعد از مدت‌ها با سریال متفاوت مهمان شب‌های پاییزی مخاطبانش بود و سریال بانوی امارت به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد با بازی ستاره‌های سرشناس دنیای هنر و بازیگرانی جوان جلوی دوربین رفت. بازیگران با تجربه چون پانتها پناهی‌ها، اندیشه فولادبند، غزل شاکری، شبنم فرشادجو، رامتین خداپناهی و غیره در کنار چهره‌های تازه کار و جوان به ایفای نقش‌های متفاوت پرداختند و گویا در اولین شب‌های پخش این سریال مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.
یکی از بازیگرانی که در اولین قسمت بخش سریال بانوی امارت مورد توجه مخاطبان این سریال قرار گرفت، بازیگر نقش فخرالزمان بود که بازی او از سوی مخاطبان این سریال مورد توجه فراوان قرار گرفت و پیگیری‌ها برای شناخت بازیگر این نقش زیاد شد. مریم مومن بازیگر نقش فخرالزمان در سریال بانون امارت بود که برای اولین بار در این نقش جلوی دوربین رفت و در اولین تجربه بازیگری تونست نگاه‌های زیادی را به سمت خودش جلب کنه. او در اولین تجربه بازیگری در نقش محوری در سریال بانوی امارت جلوی دوربین رفت و از تجربه چهره‌های باسابقه این عرصه استفاده کرد. وقتی از اون درباره فصل دوم سریال بانوی امارت پرسیده شد، اون گفت که کارگردان بانوی امارت در یک مصاحبه از عدم ساخت فصل دوم سریال صحبت کرده و از نامشخص بودن ساخت دومین فصل این سریال گفت. مریم مومن درباره عکسی که در صفحه اینستاگرامش داره و درباره فوت غم‌انگیز او صحبت کرده. اون گفت این عکس متعلق به پسرخاله عزیزم امیررضا بود که همه به اشتباه فکر کردن برادر منه. پسرخاله من بر اثر مشکل کبدی 3 ماه پیش فوت کرد. او در مورد بازیگران مورد علاقهش میگه که خانم ترانه علی دوستی، آقای شهاب حسینی، لیلا حاتمی، هدیه تهرانی و پانتا پناهی ها از بازیگران محبوب اون هستند. او بزرگترین حسرت زندگیش رو نداشتن یک خواهر یا برادر معرفی میکنه. او همچنان مجرده، از وضعیت ازدواج و همسر مریم مومن هم اطلاعات دقیقی در دست نیست. مریم مومن در سال 99 در نقش پریناز در سریال تلویزیونی سرزده به کارگردانی بهادر اسدی نیز به بازیگری پرداخته. او در سریال سرزده با بازیگرانی همچون علی انصاریان، بهرنگ علوی، رامبد شکرابی، رحیم نوروزی، رویا میلعرمی، نسیم ادبی و غیره همبازی است. عزیزالله حمیدنژاد کارگردان سریال معروف بانوی امارت درباره مریم مومن گفت معرفی چهره جدید در سریال بانوی امارت، خانم مریم مومن از بازیگرانی است که در اولین حضور حرفه‌ای خودش در کنار بازیگران معروف و خوشنامی همچون خانم پانتا پناهی ها و خانم غزل شاکری و دیگر بازیگران خوبمون ایفای نقش میکنه. این اولین تصاویر از ایشان هستش که منتشر میشه. در طول این یک سال با صبوری که لازمه این کار بود هیچ تصویری از ایشان منتشر نشد، در حالی که تصاویر دیگه بازیگران از این سریال منتشر می شد. امیدواریم همونطور که خانم گلشیفته فراهانی با فیلم عشق سرما و خانم نرگس محمدی با فیلم آنایتا غیره در عرصه بازیگری مطرح شدند، خانم مریم مومن نیز با پخش این سریال بدرخشه و امیدی برای آینده سینمای کشور باشه.